که دوباره داری آیش رو سوره 6 آیه 57 رو داری؟ 6 انعام 57 آره. برای اگه از که حکم مال خداست فقط بخون بله. فارسیش رو ان الحکم بله. الهی میگه فرمان جز خدا را نخواهد بود. این میانه آیه بله. است بله. آره. فرمان جز خدا را نخواهد بود به حق دستور دهد و او بهترین حکم فرمایان است. به حق دستور دهد ولی کلمه عربیش دقیقش این یقوسول حقا این رو میبینید توی, بله، توی بله. عربیش این الحکم الله نویسه. آره. یقوسول حقا کلمه یقوسو دستور دادن نیست، کلمه یقوسو تعریف کردن یا داستان گفتنه و بارها این کلمه توی قرآن استفاده شده برای گفتن یه داستان یا گفتن یه تاریخ. به انگلیسی میگه relate یا narrate روایت شده گفتن. آره کلمه یقوسو اینجا فارسیشو ایشون خوب ترجمه نکرده. حالا دوباره از سیوطی میگه نه کلمش نباید یقوسو باشه، کلمش باید یقضی بالحقی باشه که حکم مال خداست، اون بر اساس حقیقت داوری میکنه. یعنی ترجمه انگلیسی دقیق عربیش میگه اون حقیقت رو داستان میگه، اون حقیقت رو روایت میکنه. خدا حقیقت رو روایت میکنه ولی خدا حقیقت رو روایت نمیکنه، خدا بر طبق حقیقت داوری میکنه. یه مثال آخرم میخوام اینجا بگیم، وقتمون داره تموم میشه. این برمیگرده به فرقی که حضرت علی اشاره میکنه تو قرآنی که باید تو قرآن عثمانی هست. سوره 56 آیات 28 تا 31 سوره واقعه، سوره 56 بله آیه 28 تا 31 ببینم اونجایی که درباره درخت‌های بهشت داره صحبت می‌کنه یا بله در سایه درختان صدر پرمیوه بیخار آیه 29 و درختان پربرگ سایه‌دار آیه 30 درختان پربرگ سایه‌دار بله آیه 30 در سایه بلند درختان فی صدر صدرن مخصوص و تلح منزود و ظل ممدود. اوکی. حالا بر طبق روایت هایی که ما از حضرت علی داریم و این رو خود طبری تو کتاب تفسیرش این بله. روایت از حضرت علی رو مطرح میکنه. یعنی دوباره میگم صحبت خود منابع اسلامی هست بله. نه منابع غربی. منابعی که موثق نیست بلکه بله. مشهور توی تفسیر طبری به عنوان مثال تو تفسیرش اشاره میکنه که حضرت علی حالا این کلمه و آدم فارسیشو میخونه و خیلی هم منطقیه ولی کلمه تلحین و تلحین منزود که توی قرآن من مال یوسف علی آیه 29 هست بله. انگلیسیش میگه که بین درختان تلح ترجمه نمی کنه تل یعنی چی بله. ایشون ترجمه کرده درختان سایه‌دار پربرگ سایه‌دار درختان پربرگ سایه‌دار ولی کلمه تل بعد یوسف علی میگه که این کلمه تل خیلی مفسرین عقیده دارن کلمه درخت موز هست. بعد خود یوسف علی میگه ولی خب موز که اصلا تو عربستان نیست پس به احتمال زیادی موز نیست. حالا دقیقا کلمه عربیش کلمه موز هست و روایت طبری اینه که حضرت علی گفت این کلمه موز کلمه درستی نیست و به جای تلحین باید کلمه تعلین باشه به معنی چیزای خورما دیت کلاسترز برگ‌های خورما. آره مثلا اون خورما با هم جمع خورما مثلا یه آیه خوشه بزرگ یه خوشه خورما فارسی بنده من باید با دست و اشاره بله به معنی خوشه خورما باید باشه بله. نه درخت موز. این پس حالا یکی بگه که خب حالا ساسان فرق حالا چیه بین موز و درخت پرخوش و اینا. صحبت اینه که ما فقط داریم این رو میگیم که حتی این قرآنی که امروز به دست ما رسیده روایت های زیادیه که توش اشکالاتی هست، توش اختلافاتی هست و حتی و بعد روایت هست که به حضرت علی گفتن خب این رو اصلاح بکنیم، گفت نه دست نزنید همینی که هست باشه. عربای خودشون درست میکنن. عربای خودشون درست میکنن. پس حالا میخواییم نتیجه گیری بکنیم. من
اشاره های زیادی دارم ولی به خاطر وقت نمیخونم، چون همه دوستان ایرانی بالاخره آشنا هستن با این اشاره ها. بذار چند تاشو یه نگاه سریع بندازم. البته اینا نوشته های محققین سنی هست در دنیای انگلیسی زبان، ولی شیعه های ایران هم به نظرم اکثرا همین عقیده رو دارن. معدودی، نویسنده مشهور اسلامی، تو کتابش به طرف درک اسلام میگه قرآن بدون هیچ نوع عوض شدن یا تغییری برمیگرده به همون نسخه اصلی اولش. دوباره معدودی میگه که در قرآن یک کلمه، یک سیلابل، چی میشه؟ سیلاب میگیم؟ بله، یک سیلاب، یک هجا. یک چی؟ هجا. یک هجا، یک کلمه، حتی یک حرف از متن اصلی عوض نشده. این معدودی، متفکر بزرگ اسلامی، تو کتاب به طرف درک اسلام، Towards Understanding Islam. دکتر احمد عبدالله سلاما، دوباره نویسنده اسلامی، میگه که قرآنی که امروز وجود داره درست همون قرآنیه که مکشوف شد به پیغمبر اسلام بدونی که کلمه ای پس و پیش بشه یا عوض بشه. جمال بدوی یکی از مسلمان های خیلی مشهور، استاد اقتصاد تو کانادا و خیلی تو کار بحث و مجادله با مسیحی ها هستش. بدوی، دوباره بدوی میگه که بله، قرآن همون چیز هست، یک حرف از قرآن دست نخورده، عوض نشده و قابل اعتماده. و یکی از مشهورترین نویسنده های اسلامی دنیای غرب، یک شخص آلمانی به نام وان دنفر که من کتابش هم دارم، علوم قرآن اسم کتابش، و دوباره وان دنفر برمیگرده میگه که بله، هیچ تغییری در هیچ نسخه قرآن نیست و همشون با هم کاملا ایدنتیکال هستن، یعنی 100% شبیه هم هستن، نسخه هایی که در سراسر دنیا وجود داره. این پس ادعاهای اسلامیه که ما همیشه میشنویم. من یادمه سالها پیش من کلاس یک استاد اسلامی بودم تو دانشگاه جورجا تک، مسلمان ها کلاس داوطلبی داشتن، ما هم مهمون بودیم رفتیم، و این استاد اسلام شناسی اومد گفتش که انجیل تحریف شده، نسخه های مختلفیه، و حالا شما مسیحی ها میگی ما این نسخه ها رو جمع‌آوری میکنیم، نگاه میکنیم، تطبیق میدیم و میتونیم تقریبا به اصل نسخه اول بریم. نسخه اول انجیل وجود نداره، همونطوری که نسخه اول قرآنی هم وجود نداره، پس نسخه اصلی وجود نداره هیچ جا، ولی خب کپی هاش هست، میبینیم، نگاه میکنیم. گفت شما مسیحی ها میگید که ما میتونیم به 99.9% نسخه اصلی برسیم بر طبق نسخه هایی که داریم. یه لیوان آب جلوش بود، گفت من اگه به شما بگم که این لیوان 100% آبه ولی یک قطره، ببخشید معذرت میخوام، یک قطره ادرار من تو این بریزم، دیگه فایده ای نداره، این 99.9%ش هم ناپاک میشه و قابل خوردن نیست و بعد بندازی دور. مهم نیست انجیل شما 99.9%ش رو میتونید به متن اصلی برگردید از طریق نسخه هایی که دارید، فایده نداره، در قرآن 100% خالصه. یک دهم 1% ناخالصی هم توی این قرآن و تو نسخه هاش وجود نداره. این ادعایی که دوستان مسلمون میکنن. ما حالا تو این جلسه کشیش مدبر بر طبق منابع اسلامی نشون دادیم که بعد از فوت پیغمبر ادعا شده توی همون کتاب ابو داوود، افرادی در جنگ مردن از حافظین قرآن و اصلا اون آیات دیگه بالا رفت، از بین رفت، دیگه در دسترس نیست. اشاره شد به صحبت پسر عمر، حتی نباید کسی بگه که زمان ابوبکر قرآن رو کاملا جمع کردیم، بلکه خیلی از قرآن نابود شد، much of the Quran was destroyed. بله. که گفتیم تو اون نشه هفت آسمان بخشی از قرآن به جای نوشته بعضی قسمت ها، نه، خیلی از قرآن بر طبق گفته پسر عمر میگه نابود شد. اشاره داریم به آیاتی که فراموش شد، اشاره داریم به آیاتی که یه بز، یه گوسفند اومد اون آیات رو خورد زیر تخت خواب پیغمبر. پس حتی
جمع آوری اول قرآن روایات زیادیه که به طور کافی، به طور کامل اینا با هم جمع نشده. و بعد در روایت بعدی که عثمان اینا رو اومد استاندارد کرد، یک عالم روایت هست از منابع اسلامی که نسخه های مختلفی هست. این نسخه ها با هم فرق داشته و اینها راضی نبودن که عثمان یک نسخه رو استاندارد کنه و دستور بده بقیه نسخه ها رو بسوزونن. و بعد اومدیم جلوتر در تاریخ و دیدیم که حتی خود منابع اسلامی میگن تو نسخه‌ای که الان داریم اشکال هست. و بعد اومدیم جلوتر و نگاه کردیم که شواهدی ما داریم از متون قدیمی قرآن که فرق داره با اون چیزی که امروز تو قرآن داریم. و نگاه کردیم حتی به نسخه های مثل سمرقند و دیدیم فرق داره با قرآنی که امروز داریم. یعنی اینا پله‌هایی بوده که ما تو این چند جلسه اومدیم و امیدوارم که عزیزانم حوصله‌شون سر نرفته باشه. پس تمام این پله پله این راه رو اومدیم که نشون بدیم ادعایی که قرآن 100% متن خالصه، بروبیا هم توش نداره، یک ادعای پوچه از نظر تاریخی، از نظر شواهد متونی و منابع اسلام. بعضی از متعصبینی که اطلاعاتی ندارن برای اونا جذاب باشه، اما این برای همه کسانی که مایلند بیشتر بدونن آشکار هست که قرآن نسخه که در دست ماست نسخه موثقی نمیتونه باشه بر اساس شواهد تاریخی و اسنادی که یافته شده. بله. سپاسگزارم دکتر ساسان، ممنون برای حضورتون. مطمئناً در برنامه بعدی بیشتر از شما خواهیم شنید. دوست عزیزم، برادرم، خواهرم، امیدوارم که شما برکات رو که این برنامه به همراه داشت رو بیش از پیش دریافت کرده اید. پس تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما باشه. خدا حافظ.